کاخ سفید عصر روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که دونالد ترامپ در سال 2005 میلادی بیش از 150 میلیون دلار درآمد داشته و 38 میلیون دلار مالیات پرداخته است. این بیانیه در واکنش به یک گزارش تلویزیونی که گفته بود تا ساعتی دیگر اظهارنامه مالیاتی وی را منتشر خواهد کرد، صادر شد. این بیانیه انتشار این مدرک را غیرقانونی توصیف کرده است. آقای ترامپ که یک سرمایه‌دار صاحب املاک در سراسر آمریکا و جهان است، برخلاف عرف رایج نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از انتشار اظهارنامه‌های مالیاتی خود به دلیل اینکه اداره مالیات فدرال در حال حسابرسی آن است استنکاف کرده بود. انتشار این اوراق پرسش‌های مانند منبع و زمان انتشار آن را مطرح می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرهاد پولادی. بیانیه کاخ سفید قبل از انتشار گزارش شبکه MSNBC در برنامه ریچل میدو صادر شد. این بیانیه او را متهم کرده که به امید افزایش بیننده برنامه‌اش با نقض قانون دو صفحه از اوراق مالیاتی 10 سال پیش آقای ترامپ را منتشر نموده است. به هر حال کاخ سفید اصالت این اوراق را تایید کرده است. خانم میدو میگوید دو صفحه از اوراق مالیاتی سال 2005 آقای ترامپ را از یک روزنامه‌نگار ستون نویس آمریکایی برنده جایزه معتبر پولیتسر به نام دیوید کی جانسون گرفته است. آقای جانسون در این برنامه به میدو گفت که این دو صفحه را در صندوق پستی اش یافته و نمی‌داند چه کسی و چرا آن را برای وی فرستاده است. جیل کولوین خبرنگار کاخ سفید اسوسییتد پرس این احتمال را می‌دهد که این دو برگه از میان سال‌ها اظهارنامه‌های مالیاتی آقای ترامپ توسط خود رئیس جمهوری درج کرده باشد. از پرسش‌هایی که از این پس مطرح می‌شود، منبع درج این اطلاعات کیست؟ چه افرادی و چه تعداد نسخه از این اظهارنامه‌ها وجود دارد؟ آیا اظهارنامه سال‌های دیگر یک بار آشکار خواهد شد؟ هم‌اکنون ما پاسخ این پرسش‌ها را نداریم. آقای جانسون احتمال را می‌دهد که خود آقای ترامپ به هر دلیلی این اوراق را منتشر کرده باشد. از سوی دیگر دولت پرزیدنت ترامپ واکنش شدید و لحنی حتی پیش از انتشار آن داشت که مدعی شده بود انتشار اوراق اقدامی غیرقانونی است و اینکه خبرنگاران متقلب و بی‌آبرو را تحت پیگرد قرار خواهد داد. پرزیدنت ترامپ در توییتی نوشت که آیا کسی واقعا این مسئله را باور دارد که خبرنگاری که تاکنون فردی اسمش را نشنیده این اوراق را در صندوق نامه‌هایش بیابد؟ شبکه NBC هشتگ اخبار دروغین. دونالد ترامپ جونیور فرزند ارشد رئیس جمهوری که به مدیریت شرکت‌های پدرش مشغول است نیز در توییتی طعنه‌آمیز نوشت سپاس از ریچل میدو بابت اثبات موفقیت دونالد ترامپ برای هواداران متنفر از رئیس جمهوری. او حدود 40 میلیون دلار مالیات داده است. آقای ترامپ در طول دوره تبلیغات انتخاباتی بارها به استناد به اینکه اداره مالیات فدرال در حال حسابرسی از اوست اظهارنامه‌های مالیاتی خود را منتشر نکرده بود. اما اداره مالیات فدرال اعلام کرده بود که وی میتواند در طی این حسابرسی آنها را منتشر کند. اظهارنامه‌های مالیاتی شامل اطلاعاتی از قبیل میزان کمک به خیریه‌ها، درآمد سالانه و منابع مالی را در بر دارد. اما آنچه از اظهارنامه آقای ترامپ منتشر شده این موارد را در بر ندارد. انتشار این دو برگه از اوراق مالیاتی آقای ترامپ در زمانی رخ می‌دهد که تحقیقات درباره تاثیرگذاری روسیه در انتخابات آمریکا و میزان ارتباط بین ستاد تبلیغاتی او و ماموران روس از روز دوشنبه آغاز می‌شود. چگونگی لغو بیمه درمانی همگانی موصول به اوباماکر و جایگزین کردن آن با قانون جمهوری خواه محور روشن نیست و ادعای پرزیدنت ترامپ مبنی بر اینکه پرزیدنت اوباما دستور شنود تلفنی از دفترش یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرده در دسترس رسیدگی است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.